سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل یوتیوب ما. پارسا هستم. طبق نظرسنجی که گذاشته بودم چنل، گفتید که 3-4 تا تک آخر گرند و حتما رکوردشو بگیره و بذار چنل یوتیوب، و منم چند تا گرند زدم و اتکای گرند و بریم برای 3 تا تک آخر با دک لاوالون بزنیم و همراه با توضیحات. بله، یکی از تاپ پلیرهای معروف که خیلی ها میشناسنش خورد بهمون. متاسفانه یه دونه باختم داریم، نباید به این راحتی اشتباه کنیم. اول کار یه لاوا رو میندازیم ببینیم حریف چه دکش چیه. پرنسس گیت یه ماینر میزنیم برای که اینفرنو رو بگیره و پشت سرش سری یه دونه تیر رو میندازیم. احتمالا دکش همون مینیون هرده همه رو داشته باشه. بله، طبق چیزی که گفتم خیلی دمیج داد. باید از تیر و ضرب خیلی خوب استفاده کنیم، چون این دک فقط باید تیر و ضرب داشته باشیم برای زدنش. الان هم که دارم گرند میزنم احتمالا خیلیاتون خواب باشید. یه دونه ماینر روی پرنسسش باید ماینر رو خیلی به خوبی استفاده کنیم که بندازیم روی اینفرنو تاورش که نتونه لاوا رو بزنه. تیره داشته باشیم، احتمالا الان مینیون بفرسته و بله با یه دونه لاگ به راحتی گرفتش. تاور رو بل میکنیم دمیج رو بزنه که بتونیم به راحتی یه دونه تاورش رو بگیریم اگر بشه. بالون رو یکم پشتش میفرستیم که اگر اینفرنو فرستاد نره سمتش. و بله، به همین راحتی یه دونه تاورش رو میگیریم و سریع بالون رو سایکل میکنیم و میریم برای تاور بعدیش. یه دونه ماینر میزنیم اگر با یه دونه زب، و بله دمیج خیلی خوبی دادیم به تاورش. اکسیر کم داره، به زور داره دفاع میکنه، باید سریع ما حملمون رو بیشتر کنیم که نتونه اکسیر جمع کنه و تمام. به همین راحتی میزنیمش. جی جی. بریم برای اتک بعدی. شرمنده اگر یکم کیفیتش خوب نیست. رکوردر گوشیم بیشتر از 5 دقیقه نمیگرفت. خیلی تست کردم، رکوردرهای دیگه هم رو خیلی تست کردم و نشد متاسفانه. بریم برای 2 تا اتک آخر. یه 4 ثانیه همیشه صبر کنید ببینید حریف کارتی رو میندازه یا نه. اگر لاوا تو دستتون بود لاوا رو حتما بندازید، اگر نبود میتونید یه کارتی رو رد کنید مثل بیبی دراگ اسکلتی یا هر چیز دیگه، اگر کارتی ننداخته البته. یه چند ثانیه صبر میکنیم ببینیم کارت بعدی که میندازه چیه. بله، کارتی به خصوصی ننداخت. به همین راحتی دفاع میکنیم و به حملمون دفاع به حملمون چیز میکنیم. شرمنده بعضی موقع توی کلمات گیر میکنم، خیلی وقت ایران نبودم و فارسیم یکم
خوب نیست توی صحبت کردن متاسفانه. یه تیر خوشگل میزنیم و سری باید برگردیم روی بربر، چون الان جاینت رویالش برگشته و الان احتمالا میندازه. بله حتما حواستون باشه موقعی که جاینت رویال از عقب میندازه بشمارید که چند تا کارتش پشتش میندازه، چون بعضی موقع خیلی ها سایکل میکنن و از سمت راست ممکنه خیلی دمیجتون بدن. به همین راحتی دفاعش میکنیم، یه ماینر میزنیم. بله از سمت چپ سریع یه دونه بالون میریم چون هوایی نداره، احتمال داره رد داشته باشه. و بله یه تیر و زب، اکسیرش تموم شده و یه دونه بربر برای دفاع. اگر یک موقع گوست رو تکی فرستاد میتونید حتما با ماینر دفاعش کنید که بربرتون رو نگه دارین واسه یه جاینت رویالش. یه دونه تیر میزنیم، بله بالون یه دونه دمیجشو میزنه. الان احتمال داره که جاینت رویالو بندازه. یه زب میزنیم که نتونه بزنه و میزنه یه دونه تاورم و هیچ مشکلی نیست، خیلی دمیج جلویم. یه ماینر میندازیم اینجا برای یه تیر و الان باید سریع بربرتون رو داشته باشید که برای دفاع جاینت رویالش تو دکلا اصلا عجله نکنید، تا آخرین ثانیه میتونید بازی رو به نفع خودتون بکنید. یه بالون میریم برای دمیجش و یه دونه ماینر، یه دونه زب میزنیم که تاور بره روی ماینر و به همین سادگی بازی رو به نفع خودمون تموم میکنیم. بریم برای اتک آخر و حتما حتما انشالله از ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم بگم اگر دوست داشتید ساب، کامنت، لایک یادتون نره. یه قرعه کشی هم داریم که توی چنل تلگرام می نویسم، حتما که کسی که بیشتر این کامنتو بذاره حتما حتما بینشون قرعه کشی میشه و به انتخاب خودشون یه 100 کاپ لیگ واسش پوش میکنم یا یه دونه گرند به طور رایگان. بریم برای اتک آخری ببینیم چی میشه. و بله همون کلنه فکر کنم ویلکام بود که بهمون خورد، احتمال داره اسنایپ کرده باشه چون یکی از همکلنی هاشون توی فرندم هست. و بله احتمالاً دیکش الکترو جاینت باشه. یه دونه تیر میزنیم که رفت روی توپ، با یه دونه تیر خلاص شد. و الان بهترین موقعیت اگر الکترو جاینت بندازه به نفع ما، چون تورنادوش مصرف شده و میتونیم راحت با یه دونه اینفرنو دراک بگیریم الکترو جاینتشو. یه زپو میگیریم این دفعه یه کم دیر فرستاد متاسفانه. بربر نگه میداریم، حتما حواستون باشه بومبه رو میندازه پشت الکترو اگر اکسیر داشته باشه. با یه دونه ماینر میکشیمش این ور که به همین راحتی دفاعش میکنیم و
باید سریع سعی کنیم لاوا رو بندازیم که اصلا بهش اجازه ندیم بتونه هی الکتروجنت بندازه. اینو ول میکنیم که دمیجش رو بزنه. میریم برای لاوا. بالاخره یه تاور رو میگرفت چون بعدش هم قدرتیش رو میزد هرچی که مینداختیم الکی اکسیر هدر میرفت. اینو میندازیم پشت لاوا که سمت توپ تا جایی که میشه نره وسط که بره روی توپ. یا اگر فنیکسی چیزی بندازه یه دونه ماینر اینجا احتمال داره که این دستو ببازیم. متاسفانه از اولش بد کارت افتاد و ما هم یکم بد پلی داریم. میریم شانس آخرمون رو امتحان کنیم. یه دونه ماینر و بله هیچ مشکلی نیست. بریم واسه یه اتک بعدی. اتک آخر یه چند ثانیه صبر میکنیم که دوباره اسنایپ نشیم. یه 10 ثانیه بعد میریم واسه یه اتک بعدی. یک دقیقه چک کنم اینا. بله از یک کلم بودن. بریم واسه یه اتک بعدی. با این فرنا دفاع میکنیم. یه دونه لاوا میندازیم جلوش ببینیم دکش چیه و هوای زنش چیه. احتمال داره که جاینت اسکلت هم داشته باشه. اینو میندازیم که قدرتی کوینش رو بندازه مجبور شه و کوینش رو بتونیم بزنیم به همین راحتی. اکسیر به خصوصی نداره چون خیلی کارت اکسیر الکی مصرف کرد و به همین راحتی دوتا تاورشو میگیریم. تاور سمت راستش هم میره و بله یه مینی پکا میندازه. یه تیر میندازیم که نتونه یه تاور رو بگیره. احتمالا بله هیچ مشکلی نیست. ما تقریبا دوتا تاورشو گرفتیم. از سمت راست هم بفرسته همین راحتی میتونیم دفاعش کنیم و نباید اشتباه کنیم که بتونه تاور رو بگیره. احتمالا مینی پکار رو بندازه که یه تاورش نره. چه خوش شانس بود. مینی پکا رو میکشیم این پایین که نتونه یک تاور رو بزنه. متاسفانه اکسیر کم آوردیم که بندازیم جلو این فرنا. لاوا رو میندازیم. اون الان دوگ میفرسته. بربر رو نگه میداریم واسه مینی پکاش که اگر مینی پکا فرستاد مطمئنن الان مینی پکام رو از وسط میندازیم بالانه که بله بربرم رو حتما حواستون باشه وسط بندازید که مینی پکا تاور اصلی رو نزنه. به همین راحتی میزنیمش و جی جی. شرمنده اگر کم انرژی کم بود. اینجا دیگه تقریبا آخر شب بود و اولین ویدیو هم بود. مرسی که همراهی کردین. لایک ساب کامنت یادتون نره. اگر دوست داشتید
ایشالله تونسته باشم یه کمکی بهتون کرده باشم. نظری چیزی داشتید میتونید هم تو کامنت ها بگید، هم توی چنل تلگرام پی وی بگید، یا کامنت های توی چنل تلگرام. دمتون گرم، روزتون خوش.